آنچه در پارت هفتم ماینکرافت خواهید دید. لانچ کی رو از اینجا بردارید و بزنید و این افتخار رو نصیب سه. آره 100% شما رو مخصوص میدیم. حالا مطمئنید آماده پرتاب موشک؟ مهندس این قضیه منم دیگه. من اصلا میخوام با فاصله با هم دیگه صحبت کنیم موسی. نه آقا قبل از اینکه هر اتفاقی بخواد بیفته، به محض اینکه بچه‌ها اومدن من گفتم که آقا صبر کنید بیایید اینجا، قراره که یه اتفاق خیلی خفن بیفته که اصلا باید اینو انجامش بدیم بعد بریم سراغ اینکه دیگه چه اتفاقاتی داره میفته و چه خبر و فلان. حالا من تا بچه‌ها همدیگر رو نکشتن بذارید من بیام و شما دوتا لختید واقعا خاک تو سرتون کنن. آرمورتو بپوش بیا. هفته پیش که افتادی تو نده ندارم. ما اینجا این همه من الان یه سکو ساختم به این زیبایی برای اینکه بچه‌ها بخوان بیان و کاری که امروز مد نظره رو انجام بدیم و وقت تو لخت اومدی. من لخت دوست دارم آقا. من از اونام که میگم لباس زیادی آدمو محدود میکنه. چی میگی؟ بذارید من ماجرا رو میخوام بهتون توضیح بدم. موشکی که میبینید بچه‌ها اسمش چیه محسن؟ ولفیل وان. ولفیل وان. چون در واقع همونطور که میدونید اینجا این چیز بنا و این سازه بی‌نظیر شاهکاری که دارید مهندسی. در واقع آره شاهکار مهندسی که دارید میبینید در واقع ساختاریه که حالا وسط نون نخور تو. گشنم بود خب. از اوناست که وسط کلاس یه پلتفرم لانچ شاتل وایسادی بعد نون میخوری. این بنای تاریخی و این بنای بی‌نظیر در واقع یک یادگاری از ایکس باکس سری ایکس در مپ ما، در واقع سید ما توی جایی که ما داریم درسته کنیم و این موشک رو هم که ما بر فراز این ایکس باکس بی‌نظیر ساختیم به یاد آقای فیل اسپنسر گذاشتیم ولفیل وان. اسم عملیات رو هم گذاشتیم فیل اسپنسر. کاملا خلاصه هدفم اینه که همونطور که می‌بینید این آنتن محسن داش همینطوری میرفت بالا و واقعا دیگه نگران کننده بود. درنچه من خواستم به محسن پیشنهاد بدم که آقا اگه می‌خوای برسی به آسمون میتونیم که با استفاده از این موشک بیایم و این گندم رو برسونیم به اسکای لیمیت. و همونطور که می‌دونید میشه واقعا موشک ساخت، فقط از پیستون باید استفاده کنید و اسلایم بلاک کاملا راحته. حالا من از سقف خونه محسن استفاده کردم و محسن جان میتونستیم که یکم خفن‌ترش کنیم، میتونستیم کاری کنیم که پارتیکل آتیش داشته باشه، ولی خب من نخواستم ریسک کنم. ببین خونه تو همش چوبیه، آتیش میگرفت و همونطور که میدونی خونه تو برای ما مهمه. بله بله خیلی درسته مخالفم و به نظرم این سلیقه اصلا سلیقه خوبی نیست، ولی همچنان معتقدم که هر گل یه بوی داره و گل تو هم حالا بو ان میاد. خلاصه ما قبولش کردیم، به نظرم باید باشه، بچه‌ها هم دوستش دارن و حالا من میسپارم به شما که این لانچ کی رو از اینجا بردارید و بزنید و این افتخار رو نصیب سه. آره 100% شما رو مخصوص میدیم. حالا مطمئنید آماده پرتاب موشک؟ مهندس این قضیه منم دیگه. هنوز بر نداشته لانچ کی. 5 4 3 2 1 کلیک چپ کلیک چپ 2 1 آماده اونجا با یک کلیک راست. امیدوارم که بریم برای لانچ کردنش. موسی من یه اشتباهی صورت گرفته موسی جون، بذار من بهت توضیح میدم. به خدا این سم نیا گم و گور شو. به خدا یه توجیه علمی وجود داره، یه توجیه کاملا علمی وجود داره. نه بذار ببین من به خدا من اصلا میخوام با فاصله با هم دیگه صحبت کنیم موسی. نه اول یادت آتیش میگرفت. آره ببین من جون تو نجات دادم محسن. ایکس باکس خراب بود، این سی پی یوش میزد تو خواب بودی، میزد شلوار ملوارت میپرید محسن. بذار من به فکر تو بودم محسن، تو بعدن میفهمی من چه کار. ببین میدونم ولی خدا این ورش چقدر سالمه محسن. این ورشو ببین، این ورش انگار نه انگار. من که کاری ببین محسن اتفاقا همتون رو میوالم محسن. این اتفاق باید میافتاد. چرا؟ چون تو میخواستی پنجره بذاری و گذاشتن پنجره خیلی طول میکشید. نه خیلی دمج میزنه. میبیرم خب بذار توضیح بدم. بذار توضیح بدم رید قشنگتر از خونه خود محسن. خیلی خوب شد به نظرم محسن. طرح کوبیسم. آره طرح کوبیسم ریدی نیست. ببین حالا این اپیزود که برنامه داریم، اپیزود بعدی همتون رو مجبور میکنم بیاید کل ساختمون رو بکنید، یه ساختمون جدید، یه خونه. میدونی الان مثل چی شده؟ الان انگار مثلا یه نه میبینم محسن.
نه آیتمامو بده، آیتمامو بده، اونا رو بده. حتما بهش میدم، حتما. نه، حتما بهش میدم. بیایم بخوابیم. یادتون یه راه حلی دارم. بخوابیم. آره. نیما تو در این نقشه شوم بودی یا نبودی؟ نه به خدا من خبر ندارم. شلوار بدم، پیرهن بدم. نه، نه. وات؟ اونا واسه منه. نه. همش رو بذار سرت به هیچ کی هم نمیده. همش رو خودت. همش رو خودم. بیا اینا مال تو، اینا مال تو. همین اینا مال تو بیا. گوشت سگ این چی سری هم پوشی فصلمو بده بذار من به توضیح میدم محسن شمشیرمو بده ببین این که مال من شد برمیگردم انتقامم ازت میگیرم محسن ببین تو انتقاممو ازت میگیرم تو بکن نه وایسا بذار نه 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 غلط کردم بذار وقتی پرزور شدم میام تهدیدت میکنم الان هیچ ندارم اصلا کاریت ندارم کاریت ندارم ببین حتی تختم A little later. پسر تو کجا ترکیده؟ زدی نابود کردی خونم. ایول ایول. من رفتم نیما. من واقعا صفر صفرم. یه سر چیز میز بدم صفر صفر نبود. شمشیرم اگه بهم بدی من واقعا ممنون میشم. نه شمشیر که قطعا بهت نمیدم. 7:59 الان میدونه اینه چیه؟ آخه این انصافه، آخه این انصافه. ولی موشک لانچ نشد بچه ها. من به نظرم یه مشکل محاسباتی تو کدهای موشک بوده. ببین حتی ناسا هم حتی ناسا هم اشتباه میکنه. آقا اسپیس‌ایکس مگه یادت نمیاد موشکای اولش رفت اصلا نشد. اصلا مگه موشک چینی نبود رفت بالا. حالا برای ما نرفته بالا ولی خب به هر حال ترکیده. چیزی از ارزش ها کم نمیکنه. این موشک امین از موشک چین هم بهتر بود. آره. حداقل میدونستیم کسی آسیب نمیبینه. یادت میگفتی زرهت کوش ایناش تنم بالا نگاه کن تو نقش انگل سرور رو داره نیما فقط نشسته بینه اکی چی میریزه برداره بیار بده من اونا رو خجالت بکش برو من محسن گرفتم امین بیا چی شده آقا من یه دونه میدون مبارزه ساختم فایت کلاب میتونیم امین و محسن رو بندازیم توش با هم بجنگن من و نیما هم با هم برنده اون با هم ببینیم کی اول میشه ما الان 100% بیایم که ببینیم ولی من منتظرم که ایشالله هم بهم غذاهامو بدی محسن جون همین که شمشیرمو بدی اصلا نداشت 27 نون داشتم اصلا اینا بیا چنگو داری بری کفتر دو میریزی چرا مثل حسن کچل که سیب واسش میذاشتن داری من میبری سمت استابل نمیام دیگه از اینجا به بعد نمیام شمشیرمو بده نیما یک بار وسایل من رو برداشت آهن من رو برداشت و دیدی که چه عاقبتی نصیبه شد من آهم میگیره ببین صندوق مخفی تو پیدا کردم اونو همه دیدن میرم حدش کنم اونو همه دیدن 30,000 نفر دیگه هم دیدن 30,000 نفر دیدن دیگه همه در جریان خب بذار بریم ببینیم پدرام چی ساخته برامون اینی که دارم میخورم میبینی امین آره نونای تو همش They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine بچه ها وارد حجره پدرام میشیم همونطور که میدید حجره چیه و این زمین های شمال پدرام یه سری زمین دوزی پیدا کرده اینا این زیر آب چی کار میکنه پدرام به به زیر آب هم آره به به آقا حسین شمشیرش تیزه مگه نه شمشیر تیزه ها تیزه ها نه حالا شمشیر جدید پیدا کردم بچه دارا و سارا رو میبینید گربه های پدرام و همینطور اولاغ مهربون پدرام گیر برقش در واقع بسته شده حسرک سر میره پدرام میاد با اولاغش درد دل میکنه دیگه برای تنها کسی که زبون پدرام رو میفهمه از این صندوق کارت بردن بزنین این رو دکمه رو بزنین حرکت کنین و سر رو پیاده شین یه ذره جلتا بعد این والت 13 چیه الان نشونمو میدی یا نمیدی پناهگاه یه بار موقعی با مشکل پیش بسیار هم عالی و زیبا چیا داری اینجا شمشیر دایمن نداری یا نه نه هم ای بابا حیف شد بسیار هم عالی و زیبا الان دوتا انگل داریم تو سرور تو چرا هنوز لختی لباسات منم بذارم ببین آره یه مشکلی که وجود داره اینه که نیما ماینکارت نداره سه تا گذاشته بودی آره سه تا پیاده نیما پیاده بیا نیما کلا چیزی نداره یعنی چی نیما جون چیزی نداری کلا نیما جون میبینمت خدافظ عزیزم نیما خدافظ ببین من برات ماینکارتمو برمیگردونم من برات ماینکارتو برمیگردونم که بتونی مادر میای پیاده پیاده شو لعنتتون کنه پیاده شو پیاده شو اینو میفرستم بده بخوره بش فقط چرا نه یکی هم بفرست تو باش بریم برم همین برم شد یکی دیگه بفرست یکی دیگه هرچی سنگ و کلوخ و اینا دارید پرت کنید تو کلش نیاد بالا پدرو ما خبری از فایت کلاب نیست اینجا قلعه منه و محیط زیبا اوکی یادم اون نردبون بی نهایت متال گیر سالید 3 افتادم ولی همونطور که از این نما میتونید ببینید آنتن من همچنان بلندتره و ایشالله تا رسیدن به آسمون نه دیگه تا رسیدن ما موشک و لانچ کردی محسن تو دیگه نباید به فکر آنتن باشی جدی دارم میگم کشی نه 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 نکنه نه 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 نه
پدرام کجا افتادی پدرام؟ 2 very boring minutes later. محسن و امین وسایلتون رو بذارین تون دو تا صندوقا کامل. راستی بذار پس من چیزام بیارم. من راستی بذار جایزه‌ام بیارم. بذار من رو سرت رد میشم. چون این خیلی حرکت خطرناک و عجیبی بود ولی اوکی. تفن. نه وای داشتم میبردم. اوکی. چه ویو جذابی داره. فکر کن از بالای این برج گندم من. آره واقعا ساختمونت که ترکیده و نصفش نیست محسن، اون چه ویوی داره. اونم میبینی؟ ببین بترس از اون روزی که ببین من یه شمشیر ازت دارم که اونو ازت میگیرم، میام رو جسدت برمیدارم شمشیره رو، میدونی همین شکل حالت عادی نه که مثلا بیام ازت بگیرم. چشم در برابر چشم. خدایش محسن خونت قشنگتر آره از اون شده. جدی؟ ایشالله هفته بعد همه تون رو که مثل چی؟ دیدی دژا پرستی میشد گفتم الان آرامون میکنم. خب کارمون بگیری یا نه؟ ایما جون هفته بعد که همه تون رو لباس تنتون کردم فرستادمتون تو ساختمون گفتم بکن متوجه میشی. ببین اتفاق بعید میدونم بیفته. الان صندوق جایزه دارین؟ خب بچا این صندوق جایزه است و چیزی که داخلش قرار میگیره یک عدد آرمور اسب طلایی، یک عدد زینه است یا همون صدله، خیلی آیتم با ارزشیه و از همه مهمتر یک عدد نیم تگ. چون اون تو تخت نیم تگ بیمارستان نیست. اینجا بیمارستان نیست. اینجا یکم آرمور و شیلد داره. من با چی باید باش بجنگه؟ بهش میگم بذار تو صندوق. یا همیشه تو بذار صندوق بود تو آرمورتون بذار. همین زره تو در بیار. ببین من زره هم اصلا اچ پی هم نداره. یعنی فکر کنم توف کنید روم میشکنه. محسن بکن. اوه بچا نگاه نکنید. من نگاه نمی کنم. همین واقعا میخواد پدرام ولی زول زده. پدرام ولی زول زده. زول. خجالت بکش. نیما من نیما بهتری دارم ولی. نیما مسابقات هست رو کوسه شرط میام. تو کوسه شرط میام. من رو امیشم. من روی دافه اسمی شرط میام. Look, you're a simp. آقا من میام پایین میشمارم. یه سوالی میتونم بپرسم؟ اگر راند های مختلف داره تو بین راند با یکی از اون تابلوها میای یا نه؟ گارینگ نمیای. اوکی بریم. 3 2 مشعل بزن. آره به نظر مشعل نداری؟ دارم. Three, two, one. حریف چغره، حریف چغره، چغره بد بدن. اولین ضربه. یه ضربه خوب است. ضربه دوم. یه ضربه میخوره امین. ضربه محکم میزنه، موقعی سیر کاپر کاپ میزنه. امین میاد جلوی یه مشت محکم. نه. حریف چغره. وحشی، وحشی. چرا؟ عجب غریبی. چرا؟ نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. چی شد به نظر این جریان همون نورولزه؟ الان این عادلانه بود؟ الان این مسابقه ای که برگزار شد کاملا عادلانه بود؟ اونجا نوشته هیچ قانونی نداری. درسته. من طبق قوانین رفتم جلو که نوشته این قانونی. همین یه شمشیری چیزی بده اینو بزننمش. یا خجالت بکش. محسن هم شمشیر تو برداشت؟ شمشیری کی برداره؟ چجوری؟ شمشیر دستش چیه؟ بهتون بزنم رد و برق میزنید. موضوع خودتون باشید. من واقعا شوخی ندارم. این اپیزود من هر چی بگم حق با منه. ببین اتفاقا از این بالا هم مشخصه. افش جو از همین بالا نگاه کن چی کار کرده با خونه من. اینا همش در راستای پیشرفته. آقا نیما پدرام برید میخوام 3 2 نامشن رو خوردن. نیما چیزی نیوردی دیگه. نبینمه. خب حالا ما اینجا هستیم با مسابقه دو تا رزمنده چغر بد بدن. پدرام یک ضربه میزنه، نیما میزنه. پدرام میزنه، نیما میزنه. پدرام بزنه، نیما هم میزنه و همینطور که میبینید یکی در یکی دارن میزنن. ببین چیزا خاصی نمیشه گفت، فقط دو تا آدمن که دارن با هم دیگه مشتلگت میزنن. پدرام پدرام دیست شد؟ پدرام افتاده گوشه، پدرام افتاده گوشه داره چکی میشه. و میزنه، و میزنه. پدرام دیستی شده. یه نکته ای که وجود داره اینه که تو اون شمشیره رو از کجا وردی؟ نگاه کن شمشیر دستش. اون شمشیره رو کجا وردی؟ شمشیر دستش نزنه. نتیجه مشخص شد. محسن حتی نیمارم زد. نه آقا بیا دوباره. این قبولی. من دیسکانکت شدم واقعا. چطوریه که تو وقتی دیسکانکت میشی قبول نیست؟ وقتی حریف من شمشیر در میاره و من رو میکشه قبوله و میریم راند بعدی؟ منم اونم گفتم قبول نیست.
یکم تو مسیر ترکی. نیما تو بودی یا پدرام؟ تو چه سوراخ بزرگی. من بودم. وضعیت خرابه واقعا. از بالا که نگاه میکنیم مپمون زیباست. و یه نکته خیلی مهم، آقا خیلی‌ها میان میگن تو کریتیو مود ساختید و این داستانا، نه همش توی سروایوول بوده ها. یعنی اصلا اگه بخوام کریتیو بسازم که طبیعتا محسن نمیاد یه همچین چیز زایه‌ای بسازه، چهار قسمت هم بمونه. یه بار دیگه مسابقات رو برگزار می‌کنیم، ولی این همش سروایوول بوده. آره خلاصه که آقا این همش سروایوول، زحمت کشیده شده پاش و خیلی پروژه های دیگه ای هم مونده که باید بریم سراغشون. در نتیجه اگر منتظر اینید که بتونید مپ رو دانلود کنید و توش بازی کنید، فعلا باید صبر کنید، صبر کنید تا تکمیل شه. فعلا منتظر، آره فعلا منتظر نمونید. لطفاً یه نفر بزنیم لوت کنه بقیه رو بگردشون. چه وقت نیما یه قصد یاد اینجا. شما دوتا برین مبارزه کنید تا حریف من بیاد. توی کامنت ها اومده بودن گفته بودن بابا شما چقدر نوبی. من کاملا موافقم که نیما واقعا بچه ها من هیچ دفاعی ازش نمیتونم بکنم، ولی کلا هدف لتس پلی ما این نبوده که آقا یه مش آدم پرو مثلا بیان ماینکرافت بازی کنن. نه اتفاقا همه چیز خیلی عادیه، منتها ما نیما رم اووردیم که اگر کسی خیلی ضعیفه اعتماد به نفس بگیره و ببینه که آقا نوبتر از من، نمیگم شما نوبید، ولی ببینید که نوبترین چه لولیه. شما به خودتون امیدوار شید وقتی نیما رو میبینید. حالا فکر کنم نیما تا زمانی که بخواد بیاد بالا این سوراخه به پسته زمین برسه. این کبوت داره از نردبونا میاد بالا بچه‌ها. ای وای نیما. نیما دو دقیقه آروم بگی تو خود. جلوتر از من داره میاد بالا. پدرام اگه چیزی داری بزنش. البته بیفته پایینم میمیره. 12 o'clock midnight. 3 2 1 fight. بله امین حرکت میکنه یه مش محکم میشه. بله حالا هم زمان مشتاشون با هم برخورد میکنه، این ماتریکس. محسن چند تا ضربه محکم میزنه، امین عصبانی شده به سمت جلو، یه آپرکات محکم. شت محسن گیرش میره، نورد خیلی برابره با محسن، یه گوشه گیر افتاد و دوتا مشت محکم و محسن حسابات میکنه امین که علاقه داره مشعل بزنه. نمیدونم چرا دوتا از مشعل ها رو امین یس با یه قلب. بچه‌ها چی شده؟ کجا ریسپان شدی؟ اوه اسپان پوینت تو خوابیدی که؟ نه خوابیدم. مگه کنار اسپان پوینت ست؟ مگه کنار نیما نخوابیدی؟ نه دیگه پدرام اومده بغل من خوابیده بابا یه شب شد دیگه. او الان تو حیات من نمیتونیستم که اونم اسپان دارم. من بهت مختصات میگم تو بیا. Moments later. محسن بهت گفت آه من میگیرم. محسن جون کافیه که ببینید بچه کسی از من میدوزه واقعا با توف و لعنت پس میده. امیدوارم که درس عبرت شده باشه واسه تون. محسن جون همونطور که اطلاع داری شمشیرم رو برمیدارم. چیز دیگه ای نیما هیچی نداری؟ میام همه رو ازت میگیرم. فکر کردی؟ همه رو ازت میگیرم. خودت بذار ببین، خودت بذار میتونی مسیر رو پیدا کنی. بله که الان سرم آوردی، بله سرت نیوردم. اگر میخوای میتونی اتفاقا برات یه نشونه خیلی واضحی هم بذاریم. من توی اون نیم کره زمینم اصلا. خب حالا پدرام نزدیک میشه، اولین ضربه رو نیما میخوره، جبران میکنه، پدرام هم ضربه رو میزنه. پدرام به نظر میاد که داره یه سری تقه های اون وسط به نیما میزنه. چی داری میگی؟ پدرام شروع میکنه یه دو سه تا چکی میکنه، نیما جواب میده، نیما سوماکار. در نتیجه حریف کندیه و تمام عظمت و قدرتش توی پشتشه. که بتونه از قدرت پشتش استفاده کنه، طبیعتاً میتونه پدرام رو شکست بده. پدرام زدش تو دست. وو چقدر سریع‌تر. آیتم هم داشت کلاچ. آیتم داشت. چیا داشتی؟ دیسکوالیفای شدی. خب منو تو این فهمم، یه غذا باید بخورم. اوکی شما میتونید تناول کنی. یه براتون سوالی که محسن کجاست؟ محسن تو راهه. دیدی گفتم مشکل درخت خونه محسنه. تا ترکی درخت تو هم در اومد. محسن ترکوندیم درخت در اومد. ببینید بچه‌ها اصلا ایکس باکس محسن خونه محسن در واقع مثل یک ابر بزرگی بود که جلوی تابش خورشید به این منطقه زیبا رو گرفته بود. من به نظرم ما کار درستی انجام دادیم. بترسید از روزی که تقامم رو بگیرم. نه ایشالله که نمیرسه اون روز. فقط من یه تصویه حسابی با نیما دارم بابت آرموری که از من برداشته و من در اسرع وقت بهش رسیدگی میکنم. دارم گرد میکنم من. حالا گرد میکنه این بازیکن. اینجا میشه آهنگ راکی مثلا پلیشه. چشم. چون که آهنگ راکی کپی رایت داره و ما پولشو نداشتیم که پرداخت کنیم، خواستیم که محسن برامون بنوازه. بچه ها میدونید نیما چی کار میکرده؟ تمام این مدت میرفته از زیر خونه پدرام میومده بالا. نیما همین تپه رو میومدی بالا میرسیدی یا تپه زیر خونه من؟ این همونجا لوکیشن یکیه. نیما دل دوزی داری میکنی یا حواسم بهت هست؟ آره یک
لوبیا پلو. این چهار تا استخون اساسی تو دهنت خورد میکنه. از این مسخره بازی بخوای در بیاری، دوتا مبارز با جفتک میان تو دهنتا. شیرین بازی در نیاد. 3 2 1 خب پدرام میره جلوی، جفتی به همدیگه مش میزنن. الان امین جو با این دوتا بازیکن کلن دارن به همدیگه مش میزنن همزمان، خیلی عجیبه. حالا دارن چکی میکنن همدیگه رو. چکی، یه چک از امین، یه چک از پدرام. یعنی کی میبره؟ کی میبره؟ کی میبره؟ پدرام ازش تارن کبوت میزنه بیرون. چرا تارن؟ نه یس امین. من این موفقیت رو در مرحله اول مدیون پدر و مادرم هستم که من رو در این راه همراهی کردم و گذاشتن که من به این بالا برسم و همینطور هیچ دیگه. مرسی. قسمت نبود که بچه ها بتونن زینه اسب داشته باشن. انشالله در آینده با چالش های بهتر. نه به نظرم نه. ما میتونیم که در آینده بیایم و مسابقات بیشتری برگزار کنیم که میتونه برنده های مختلفی داشته باشه. به هر حال ما موفق شدیم که یه ساختمون اضافی رو حذفش کنیم در واقع، و همونطور که میبینید کاملا موفقیت آمیز بوده. یه سری چیزایی ازش مونده که ایشالا تا قسمت بعدی این هم از بین میره و دیگه نمیبینیمش، و ایشالا توی قسمت بعدی با کلی سورپرایزهای خوشگل میایم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، حال کرده باشید. قسمت های قبلی رو هم حتما ببینید. خداحافظ.